الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ چگونه می شود این فاجعه را باور کرد؟ ای لعنت بر شما گستاخان که به حریم مقدس خدایان بی شرمانه تجاوز کرده اید. خدای اولنگ بر ما خشم خواهد گرفت و سرزمین فیلادلفیا را زیر و رو خواهد کرد. بینگر پیکره خدایان ما را چگونه قطعه قطعه کردند؟ بینگرید، بینگرید از این گستاخی خدایان بر ما آتش خواهند بارید. پناه بر جوپیتر، پناه بر آپولون. نه، مگر می شود بارید، مگر می شود تحمل نمود؟ عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، بیایید ببینید عالی جناب، عالی جناب، بیایید ببینید مجسمه خدایان ما را چگونه شکستند. کی این اتفاق افتاد؟ دیشب بانوی من. نمیدانم این پست فطرتان چگونه جرأت کردند. به خدایان بگویید که از حریم خود دفاع کنند. چه معنی دارد؟ بروید بگویید. بله. این چه اوضاعی است؟ بروید. چشم. بله آلی جناب. عجب خدایانی. پس ما در این شهر خداپرستان جسوری نیز داریم که از آنها بیخبریم. برو گالوس. اطاعت قربان. باور کردنش مشکل است علی جناب جولیوس. عده‌ای ناشناس نیمه شب به معبد حمله کرده و تمام تندیسهای خدایان را شکستند. حال کاری که بوده هیچ کس خبری ندارد. اگر او دیوانه شود حق دارد. ای جوپیتر قدرتمند، ای جوپیتر قادر بالا، که از خشم تو دیگر خدایان در بیمارستان. اگر این خبر به گوش امپراتور برسد وای به حال. خاموش باش. حریم معابد تو را به پلیدی می آید. ببین که چگونه تندیس های تو و دیگر خدایان نامی چه. اینجا چه خبر است؟ اینان را با آتش خشم پیش نقام. ولی جناب اتفاق بدی افتاده. چه شده؟ همینک مطلع شدیم که مجسمه خدایان را در برخی از معابد شکستند.
سالهای گذشته. فعلا این مسئله را مسکوت بگذار. امپراتور نباید متوجه ناامنی در فیلادلفیا شود. بدون سر و صدا قضیه را دنبال کن. اطاعت. شنیدم که جناب امپراتور شکارهای خود را از فاصله بسیار دور شکار میکنند. شکار کردن زیاد نیست. باید مراقب باشی شکار نشوید. بعضی ها شکار میکنند و بعضی ها شکار میشوند. من گمان میکنم که تو بیش از اینها باید مواظب اوضاع حکومت باشی جناب دیوکلتیانوس، و الا به جای شکار کردن خود شکار خواهی شد. جناب امپراتور چیزی شنیدند که من از آن بیخبرم. فقط خواستم هشدار دهم که مراقب درباریان و اطرافیان خود باشی. بزرگترین مشکل ما در روم مبارزه با پیروان این دین جدید است. اگر جناب امپراتور به کسی مزدور هستند کافیست اشاره کنند. باز هم میگویم من فقط هشدار دادم. میدانم اگر یک نفر، فقط یک نفر از رومیان منتصب به امپراتور از آن پیامبر ناصری سخن بگوید که فاجعه پیش خواهد آمد. میدانیم خداپرستانی که یعنی موضوع جناب ماکسیمیلیان و بانو هلن را میدانند. اگر خداوند یاری کند با اجرای نقشه ما، او همه دانسته هایش را فراموش خواهد کرد. عالی بود جناب امپراتور، عالی بود. جناب یک شکار دیگر. امپراتور را تنها نگذار. Thank you.
یعنی کار کیست؟ نمیدونم. اینجا چه خبر است؟ عالی جنابی، نگهبان شکارگاه سورا با تیر زدند. پس چرا معطلی؟ شاید کسی قصد جان امپراتور را داشته باشد. بروید دنبال زارب. اطاعت. سرباز بیچاره، تو نیز قربانی امپراتور شدی. صبر پیشه کنید که خداوند با صابران است. صبر از آن کسانی است که طالب زندگی اند و با صبر می‌خواهند مصائب را تحمل کنند. ولی من بعد از شما جز مرگ آرزویی ندارم. ولی شما بعد از من وظایف بزرگتری به عهده دارید. پیروی و ادامه راه من و سرپرستی از دختر من. راه شما مرگ است که من نیز برخواهم گزید. راه ما راه خداست. ما خدا را برگزیدیم. تو نیز این چنین کن. به همراه بانو هلن شاید سنگینی بار این رسالت را سهل‌تر تحمل کنی. میخواهم فردا همراه شما باشم. میخواهی یک تن دیگر به کشته های فردا بیفزایی؟ من میخواهم با شما باشم، فقط همین. همه ما با خداییم. با او که باشی با منی. کلودیا بنشین. میخواهم خوب نگاهت کنم. شاید پس از این فرصت دیدار دوباره دست ندهد. مگر چی شده؟ تو را این همه خوشحال ندیده بودم. تا به حال دلیلی برای خوشحالی نداشتم. اما امشب شب موعود است، شبی که سکوت را خواهم شکست. شمشیر برای چی؟ آن را سیغل دادم. خب شاید به کار آید. در میهمانی امپراتور به کار آید؟ فردا مگر شما به قصر امپراتور نمی روید؟ چرا؟ نکند قصد دارید؟ نه هنوز نمیدانم چه قصدی دارم. فقط میدانم که روز بزرگی است. امشب شب خدا است، شب یگانه پرستی، شب بت شکنی، بت امپراتور و خدایان. و فردا روز جدایی، روز مرگ و پایان زندگی ماست. هر آنچه که خداوند اراده کند همان خواهد شد. و تقاضای من از تو این است که در برابر مشیت او صبور باشی.
عمر زندگی مشترک ما چه کوتاه. آره کوتاه ولی ارزشمند. اگر برای من اتفاقی افتاد به خانه ماکسیمیلیان برو، هلن به تو تسکین داد. یعنی بعد از تو تسلی و تسکین ممکن است؟ چرا ممکن نیست؟ خدا بهترین تسکین دهنده است. ما برای خدا کشته می شویم و شما هم در راه خدا تحمل کنید. شاید از این پس مجال نیابیم بار دیگر نقشه خود را مرور کنیم. باید آماده باشیم و در لحظه مناسب کار را تمام کنیم. شما فکر میکنید فردا برای اجرای هدفی که داریم روز مناسبی است؟ من احساس میکنم یاری خداوند نزدیک است. باید به وضع موجود پایان داد. در کوه مقدس من صدا بلند کنید، زیرا روز خداوند نزدیک است. یعنی فردا باید برای خدا فریاد بزنی؟ به تعبیر دیگر باید مرگ را برگزینی. نه، من زندگی را برمیگزینم و از مرکب مرگ برای مبارزه با خدایان دروغین و رسیدن به خداوند یکتا استفاده میکنم. به گمان شما این اقدام ما ظلم را پایان میدهد؟ شاید هم پایان ندهد. از وقتی که بوده ایم و از پدرانمان شنیده ایم این ظلم بوده، اما سوال این است که چرا ما باید با ظلم همراه شویم تا دیگران ما را ستمکار قلمداد کنند؟ درست یا غلط، بسیاری از مردم این شهر و بسیاری آشنایان ما در روم و دیگر نقاط ما را صاحب رأی و اندیشه می‌پندارند. امتناع ما از اظهار بندگی امپراتور و انکار خدایان بیشک همگان را به فکر وامی دارد. فکر نمی‌کنید که ما را نیز در زمره مسیحیانی که عیسی را پسر خدا می‌دانند خواهند کشت و کسی هم از عقیده ما با خبر نخواهد شد؟ همین مسیحیانی که تو میگویی هزار بار بهتر از بت پرستان هستند. نه، من اینطور فکر نمی کنم، بلکه مطمئنم مرگ ما باعث گسترش آیین ما شده و بت امپراتور را خواهد شکست. گمان نمی کنم در این دنیای تنگ و تار چیزی شیرین تر از مرگ وجود داشته باشد. گالوس، من آلی جنابان. آلی جنابان را راهنمایی کن. اطاعت. تا فردا. خب، تا فردا. بدرود میشم. بدرود. تا فردا. بفرمایید. تو
هنوز بیداری هلن؟ بیدارم و تعبیر خوابهایم را به چشم میبینم. دیر یا زود باید کاری میکردیم و این بهترین فرصت است. میخواهم در مجلس فردا من چهارمین نفر شما باشم. پس ارکمیت چه؟ خدای ارکمیت بزرگ است، بیشک از او مراقبت خواهد کرد، به او میسپاریمش. شما و همسران تلمیخا و یوانیس باید مردم را آگاه کنید. من صلاح نمیدانم که در میهمانی فردا شرکت کنید. اگر شما هم کشته شوید پس چه کسی راه ما را ادامه دهد؟ من نمیدانم، فقط میدانم میخواهم با شما باشم. طوری صحبت میکنی که گویا دنیا به آخر رسیده است. آری دنیای من، آری من جز شما کسی را ندارم. شما فکر میکنید که من میتوانم تحمل کنم؟ هلنی که من میشناسم میتوانم، میدانم میتوانم. فکر میکنید جدا شدن برای من ساده است؟ نه، خدا میداند که تا کنون در این دنیا کسی را به اندازه شما دوست نداشتم. اما چه کنم، لحظه تصمیم فرا رسیده است و رابطه میان من و معبودم را همین تصمیم رقم خواهد زد و من یقین دارم اگر تصمیمی درست گرفته شود خداوند هم ما را یاری کرده به شما صبر عنایت خواهد کرد. آرام باش هلن، اینگونه ارکمیت هم بیدار می شود. چه خبر است؟ چه شده بانو؟ خدای من کمکم کنید، او می خواهد مرا ترک کند. آرام باشید بانوی من، آرام باشید. او می خواهد برمد. خدایا کمک کن. پدر، مادر چرا گریه می کند؟ چیزی نیست پسر، چیزی نیست. او می خواهد برای همیشه مرا ترک کند. خدایا کمک کن، امید من به توست. به خدا قسم که ترس جان نیز نمیتواند مرا وادار به این ذلت کند. فردا بت امپراتور را خواهم شکست. چه زیباست کلام مولایم مسیح، بندگانی را پروریدم و پیشانیشان را بلند نمودم، لیکن ایشان مرا خار داشتند. پس زود است که انتقام کشم از آنان که بگویند من بیش از یک انسانم.
برای مردم فیلادلفیا افتخار بزرگی است که خدایگان امپراتور هادریانوس را در شهر خود می‌بیند. در شروع جشن امروز که به افتخار عالی جناب و میهمانان ایشان برپا شده، همه جام‌های خود را به سلامتی ایشان می‌نوشید. بیش از نصف جهان متمدن امروز تحت استیلای خدایگان امپراتور هادریانوس است. تنها جوپیتر توانا می داند سرنوشت چند میلیون انسان در این جهان پهناور در دستان توانمند امپراتور عظیم الشأن ما قرار دارد. اگر نیم دیگر جهان نیز ارزش داشت، بیشک زمیمه امپراتوری روم شده بود. امروز از سرزمین گل تا آسیای صغیر و از شمال اروپا تا قلب آفریقا، همه از آن امپراتوری عظیم روم است که همه سر بندگی بر آستان امپراتوری پهناور خدایگان هادریانوس می سایند. امپراتور اجازه می فرمایند. حصار تاریک تنهایی و غربت، او را بیاریم فرستادی و نجاتم دادی. ای که ارادت فوق اراده هست، همسرم را در پناه خودت حفظ فرما که جز او کسی را ندارم. هرانچه اراده کنی تسلیم. اگر اراده تو بر این است که او را به نزد خود بخوانی، بخوان. اما عنایتی کرده مرا
نیز با او ببر. مرا در تنهایی این دنیای پر از وحشت و ظلم تنها باقی مگذار. نه نه نگاه کن ببین چه قوقای عجیبی بر اینجا حکم است. امیدوارم امشب به بانو خوش گذشته باشه. من که حسدم سر رفته. مجلس به درازا کشید. مراسم که شروع می شود دیوکلتیانوس؟ همینک جناب امپراتور. خدایان بزرگ و کوچک را سپاسگزاریم که این افتخار را نصیب ما گرداند تا به همراه همه اشراف زادگان و بزرگان فیلادلفیا در این لحظه تاریخی و به یاد ماندنی بار یافته بتوانیم مراتب بندگی و عبودیت خود را نسبت به امپراتور بزرگ خدایگان هادریانوس به جای آوریم. درست است که تنها امشب افتخار شرکت در مراسم اظهار بندگی به امپراتور نصیب ما شده است، اما همیشه و در همه جا همان گونه که جوپیتر، آپولون، جانوس، سیبل، دیانا، هرکول و دیگر خدایان را می‌پرستیم، همان گونه امپراتور هادریانوس خدایگان را نیز می‌پرستیم. درود بر امپراتور والا هادریانوس، خدای من، خدای مردم روم و خدای جهان. درود بر جوپیتر خدای قادر والا. درود بر همه خدایان که امور جهان را تدبیر می کنند. اگر جناب امپراتور هادریانوس اجازه دهند، بزرگان و اشراف زادگان به عنوان نمایندگان مردم فیلادلفیا به ترتیب در برابر امپراتور عظیم الشأن سرزمین پهناور روم اظهار بندگی کنند. جناب فهسیو بروتوس، کاهن اعظم فیلادلفیا. درود بر خدایگان امپراتور هادریانوس، خدای من، خدای ملت روم و خدای مردم جهان. درود بر جوپیتر خدای قادر والا و درود بر همه خدایانی که امور جهان را تدبیر می کنند. جناب مارکوس جولیوس، فرمانده لژیون فیلادلفیا و گارد ویژه. درود بر خدایگان امپراتور هادریانوس، خدای من، خدای مردم روم و خدای مردم جهان. درود بر جوپیتر خدای قادر والا. درود بر همه خدایان که امور جهان را تدبیر می کنند. عالی جناب ماکسیمیلیانوس، مشاور اعظم.
هیچ خدایی جز خالق آسمان و زمین در این عالم وجود ندارد. او چه گفت؟ هیچ خدایی جز خالق آسمان و زمین در این عالم وجود ندارد. خدای ابراهیم، خدای نوح، خدای موسی کلیم الله، خدای داوود و سلیمان، خدای عیسی و خدای آخرین پیامبر که ستوده است و جهان در انتظار اوست، خدایی که همه پیامبران را نزد خود برای هدایت مردم فرستاده است، خدایی که همه ستمگران را وعده دوزخ داده است و دوزخ بد وعدگاهی است بت‌پرستان را. تا کی میخواهید شاهد این یاوه‌گویی ها باشید؟ دستگیرش کنید. باشید والای بزرگ. جوپیتر قادر والا، ماکسیمیلیانوس، چه میگویی؟ به زئوس قسم میدانستم، من خطر ماکسیمیلیانوس را بارها گوشزد کردم ولی کسی نشنید. او تنها نیست، ما نیز سخنان جناب ماکسیمیلیان را تصدیق میکنیم و به آنان ایمان داریم. ما خدایانی به نام جوپیتر، دینا، هرکول، سیبل، آپولون، مارس، هدریانوس و یا هر نام دیگری را به خدایی نمیشناسیم. شما تا کی میخواهید بنشینید و شاهد این یاوه‌گویی ها باشید؟ آرام باش. آرام باش. آرام باش. هر برابر خداوندی که پناه پذیر است و ازلی و ابدی، ما خدای دیگری نمیشناسیم. من عادت کردم در سه حالت تصمیم نگیرم: در خشم، در مستی و در حالت ترس. دیوکلتیانوس، چون نمیخواهی با آنها بپیوندی؟ من خب جناب بروتوس، تو چطور؟ و یا جناب جولیوس، شرم نکنید بگویید. باید به آنان بپیوندیم. پس نقشه قتل امپراتور چه میشود؟ آنان امپراتور را کشتند، مگر بهتر از این میشد او را کشت؟ از شما کسی که آنان بپیوندد؟ بله، هنوز هستند، هنوز هستند کسانی که مایلند به آنان بپیوندند. هر آنچه که برادرانمان گفتند ما نیز تصدیق میکنیم. امپراتور همچون همه ما یک انسان است، نه بیشتر. آیا عقل به شما میگوید که انسانی چون خودتان را پروردگار خود بپندارید و یا مجسمه های سیم و زر و سنگ آهن را بپرستید؟ خداوند ما را نه شریکی است و نه فرزند و نه در تدبیر امور عالم نیازمند کسی دیگر. اینان خدایان را به خرج می آورند. آنها کافر شده. خود فشن از نظر من سلیم هست. این چه مسخره است دیوکلتیان؟ آلی جناب، این پس فتتان از طریقه نجبا و والاتبران و پدران خیش بیرون شده و به دین غلامان و کفاشان و نمدمالان در آمده اند. این را که خود ببینم، اینان در دربار تو چه میکنند؟ آلی جناب، این رست ها از نجیب زادگان رومند. پدرانشان سالها با افتخار و بزرگی در سایه امپراتوری و عظمت سرزمین روم زیستند. حال خود می‌دانید آلی جناب، من نمی‌دانم چرا دیوانه شدند. دیوانه شمایید؟ دیوانه آنانی هم که از چوب آهن به شکل خود خدا می‌سازند و ستایشش می‌کنند. دیوانه شمایید که به جای آنکه خداوند را خالق خود بدانید، خود خدایتان را خلق می‌کنید و می‌پرستید. حال شما بگویید
دیوانه کیست؟ شمایید شما، زیرا به پرستش خدایی پرداخته اید که نمیدانید چه شکلیست تا برایش تندیس درست کنید. گزنفون میگفت اگر رسمان و شیران و گاوان دست داشتند و میتوانستند نقاشی کنند، هر آینه خدایان را به صورت خود تصویر میکردند، از بس که حماقت امثال شما را دیده بود جناب بروتوس. آیا مسخره تر از این سخنی هست که میگوین جوپیتر در این عالم وجود دارد و آپولون فرزند اوست؟ آیا ستمکار تر از شما کسی هست که این همه یاوه و سخنان بی اساس را به خورد مردم ساده لوح میدهید؟ جناب امپراتور، شما میگویید که امر ربوبیت مردم به شما تفویض شده. آیا قادرید خود را از خور و خواب بی نیاز کرده یا از مرگتان پیشگیری کنید؟ کافیست، کافیست، دستگیرشان کنید، بکشیدشان، آنها را باید بسوزانید. نه، فقط دستگیرشان کنید، آنها نباید به این سادگی بمیرند. من آنها را زنده میخواهم. مرگ برای آنها کم است، برایشان نقشه های دارم. آره جناب، آره جناب، من آنها را وادار به توبه میکنم. قبلا جناب حاکم را از ماکسیمیلیانوس بیم داده بودم. خفه شو. بله علی جناب. چتانجگاه در سیر زمین قصر بباریدش. ما خود را برای مرد آماده کردیم، پس ما را از چتانجگاه و زندان نترسانید. بیایید. پس شما هم آره، ما به جناب ماکسیمیلیان مشکوک بودیم، اما به شما دو نفر نه. چه اتفاق خوبی، نمیدانم خوشحال باشم یا باید خوشحال باشیم. هم دوستانی به خوبی شما یافته ایم و هم دوران ایمان مخفیانه پایان یافته. حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهند زد. آری، این گفته عیسی مسیح است.
امروز آیه از انجیل را تفسیر کردیم. هرچه تا کنون دیده ایم و شنیده ایم اقتدار امپراتور بوده و بیچارگی مؤمنان، اما امروز ذلت امپراتور را به چشم دیدیم. دوستان، دوستان، وعده خداوند نزدیک است. دیدید که کفار بت‌پرست چگونه امروز در بهت و حیرت فرو رفته بودند؟ و این نبود جز غلبه توحید بر شرک. آری فضاحت از این بدتر ممکن نیست. باید شدت عمل شما جمع را مرعوب قدرت امپراتور می کرد، حالان که نرمش شما آنها را جسورتر کرد. فرداست که از هر گوشه کسی سر به شورش بردارد. این نشان ضعف امپراتور است که چند جوان نادان تحریکش کنند و او را به خشم آورند. اگر شخصیت والای امپراتور را به تمسخر گرفته و در حضور جمع تحقیرش کنند نشانه ضعف نیست؟ بانو شارون درست می فرمایند، اما برخورد نامناسب و حساب نشده نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه ممکن است آن را بغرنجتر کند. یک بلایی به سرشان بیاورم که تاریخ هیچگاه فراموش نکند. آنهایی که من دیدم جز مرگ نمی خواهند، حالان که مرگ می تواند از آنها قهرمان بسازد. همین امشب قبل از پخش این خبر همه را سر به نیست کرده و قائله را ختم کنید. او یا چند صد مهمانی را که در جشن امروز حضور داشتند فراموش کردی؟ بیشک این خبر اینک در تمام شهر شایع شده. تنها راه خونسا کردن این توطئه توبه کردن آنهاست. همین امشب باید در حضور جمع اظهار پشیمانی کنند و در محضر امپراتور سجده کنند. اگر جز این شود فردا هر یک از آنان به قهرمانانی شکست ناپذیر مبدل خواهند شد. و فرداست که همه مردم آنها را چون بت بپرستند و آن وقت است که هزاران لشکر هم نمیتواند نقش مخرب آنها را از ذهن مردم پاک کند. بانوی من، بانوی من، بانو هلن، کجایید بانوی من؟ کجایید بانوی من؟ بانو هلن کجایید؟ چه شده؟ بانو هلن، بالاخره آنچه نباید بشود شد. جناب ماکسیمیلیان را دستگیر کرده. چگونه؟ نمیدانم، فقط میدانم آنها را گرفتم. البته سودینانوس، مارتینوس و دیناسیوس را هم گرفتند. کالسکی را حاضر کن. اطاعت. بمان، پیش پرین بمان، بمان. حرکت کن اکتاویوس. چه افتضاحی، پناه بر جوپیتر. هی 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 ببان گلوز. بله بان. طغیان آنها همه را غافلگیر کرد. تحمل این رسوایی برای ما ممکن نیست. من از امپراتور تعجب کردم. فکر می‌کردم
بردارم همونجا خونشان را بریزم. من قبلا گفتم باز هم میگویم باید به سری بشن کشید. پناه بر خشم خدای این سرزمین زیبا. بانو هلن دختر آلی جناب مراقب باشید. او بانو هلن است. پروتوس شما برو، شما برو بایشان حرف بزن. برو درود بر بانو هلن. پدرم کجاست؟ پوزش میطلبم. پدرتان جلسه مشاوره مهمی با امپراتور دارند. کسی را نمیپذیرند. میبینم که این افتضاح شما را همین وقت شب به اینجا کشانده است. همسرم کجاست؟ میخواهم او را ببینم. همسرتان را هم فعلا نمیتوانید ملاقات کنید. میخواهم پدرم را ببینم. به شما توصیه میکنم تا مدتی از پدرتان فاصله بگیرید. او بسیار خشمگین است. به پدرم اطلاع دهید. من منتظر او هستم. جناب امپراتور، من آنان را به سزای اعمالشان خواهم رساند. خفه شو ابله. تا کنون هیچ امپراتوری چنین افتضاحی به خود ندیده بود. میدانی پیامد این امر چیست؟ جناب امپراتور، من به سهم خود قربانی این توطئه هستم. ظاهراً از دست آپولون هم کاری ساخته نشد. من پیش از تشریف فرمای شما قربانی مخصوص پیشکش کرده بودم، ولی بی ارزگی خود را توجیه میکنی. جولیوس فراز دمادت بین داده بود. اولین کسی که با دستان خودم خواهم کشت ماکسیمیلیانوس است. هنوز هم نمیتوانم باور کنم تاکنون هیچ سخنی در این خصوص نرانده بودند. همچون دیگران بر بندگی شما سلوک میکردند و در مقابل جوپیتر زانو میزدند و قربانی میکردند. اگر هنوز جانت را نگرفتم برای این است که یک بار جانم را نجات. من فردا همه آنها را به صلیب خواهم کشید و سنگسار خواهم کرد و اگر جان من موجب آرامش جناب امپراتور می شود از آن نیز دریغ نخواهم کرد. ننگ و فضاحت امشب را جان هزاران تن چون تو هرگز جبران نخواهد کرد. من بارها دیدم که آنها در برابر تندیس خدایان با اکراه تعظیم می کردند. باید مدت‌ها پیش آنها را شناخته و مجازات می‌کردیم. افسوس که از بزرگان بودند و کسی جرأت جسارت به آنها را نداشت. گفتید که آنان از بزرگان و از نیکوتباران روم هستند؟ آری. پس نمی‌توان بی سر و صدا آنان را کشت. هم در روم آشوب می‌شود و هم در اینجا. بهتر است تا مدتی که امپراتور در اینجا هستند آرامش منطقه حفظ. جناب تیماووز، آرامش دیگر به هم خورده و کسی هم نمیتواند مانع شود. کاملا درست است. برای بازگرداندن آرامش بهتر است این خائنین هرچه سریعتر مجازات شوند. من اینگونه فکر نمی کنم. تو بهتر فیلادلفیا را می شناسی. تو فکر میکنی مرج اینان سر و صدا ایجاد خواهد کرد؟ اگر حقیقتش را بخواهید بدون سر و صدا هم نمیتواند باشد. شما که روم را خوب میشناسید، خود شما اینان را به عنوان مشاور به اینجا مأمور کردید و تبار آنان را خوب میشناسید، قطعاً در روم بلوایی به پا خواهند کرد. در فیلادلفیا هم آنان صاحب نفوذند و حسن سلوکشان اقشار مختلف مردم را مجذوب کرده. بهترین راه این است که فعلا آنان را وادار به توبه کنیم. اگر آنان از آیین خود دست بردارند، بسیاری از مردم به تبع آنها دست از مسیحیت خواهند شست. بعدن می توان آرام و بی سر و صدا آنان را از بین برد. من فکر میکنم
به تعویق انداختن مجازات آنها به صلاح امپراتور نباشد. و اگر حاضر به توبه و اظهار پشیمانی نشدند؟ زندگی شیرین است جناب امپراتور. اگر با زبان نشد فکر می کنم شکنجه نتیجه بخش باشد. فکر بدی نیست. ببینم چه می کنی. ادامه مراسم امشب را فردا صبح می خواهم با اظهار بندگی ماکسیمیلیان و دوستانش برگزار کنی. هرچه جناب امپراتور بفرمایند. میکشمت. شما خودتان هم نمیدانید که چه کردید. تمام حیثیت و اعتباری را که برای به چنگ آوردنش عمری تلاش کرده بودم نزد امپراتور از بین بردید. تا شما را قطع قطع نکنم دست بر نخواهم داشت، مگر اینکه توبه نموده و در پیشگاه امپراتور اظهار بندگی کنید. انتخاب با خود شماست. توبه میکنید یا نه؟ حرف بزن. توبه میکنید؟ توبه میکنید یا نه؟ حرف بزن. توبه میکنم. دست نگه دارید. توبه میکنم از اینکه آنطور که باید بندگی خداوند را به جا نیاوردم و از اینکه سالها ظلم و ستم شما را در حق محرومان و ستم دیدگان مشاهده کردم و دم نزدم. به پیشگاه خداوند توبه میکنم. کنترل کنید عالی جناب. ماموران شکنجه کارشان را خوب بلدند. امشب اینان باید توبه کنند. همین امشب. شنیدید؟ امشب.